با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش، امیدوارم که در پناه خداوند متعال تندرست و شاد باشید. در برنامه امروز به معنی، تفسیر، ریشه و خواص بسم الله الرحمن الرحیم اشاره می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم سرآغاز تمام سوره های قرآن به جز توبه است. این آیه شریفه برکات و خواص زیادی دارد. آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه تسمیه، آیه اول سوره الفاتحه قرآن است که در اول هر سوره به استثنای سوره براءت یا توبه تکرار شده است. معنی بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ به نقل از سلمان فارسی، به نام یزدان بخشاینده. تفسیر طبری، به نام خدای مهربان بخشاینده. این ترجمه با اندکی تغییر به صورت به نام خداوند بخشنده مهربان تا به امروز باقی مانده است. به زبان انگلیسی این the name of God. ریشه آیه بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم مشهور به بسم الله یا تسمیه به معنای خواندن نام خدا و ذکر الله است. بسم الله مرکب از 5 جزء است که از جنبه‌های گوناگون بررسی شده است. بسم الله از یک جار و مجرور تشکیل شده و فعل یا مبتدا و خبر در آن نیست. فعل آن به صورت مختلف در تقدیر گرفته است. اسماء به کار رفته در آیه 4 اسمند که 3 اسم از آن از اسماء حسنه خداوند است و یک گروه ستایی اسمی را تشکیل می دهد. مفردات آیه با حرف جزء ب را به معنای الساق، استعانت و مصاحبت گرفتند. از آنجا که قبل از حرف جر باید فعل یا شبه فعلی بیاید که جار و مجرور به آن تعلق گیرد، قبل از بسم را فعلی مقدر مانند اقرا یا ابدا محسوب می کنند. اسم درباره ریشه اسم دو قول عمده وجود دارد. یک، اشتقاق از ریشه سمو که جمع آن اسما است. سمو به معنی بلندی است. دو، اشتقاق از ریشه وسم به معنای نشانه گذاری. الله لفظ جلاله و مستجمع نام‌های الهی در قرآن مقدسی درباره ریشه لفظ جلاله 5 قول ذکر کرده است. در تفسیر پرتویی از قرآن به ایجاز این گونه گفته: فعل الله به معنای عبد، تحیر، تضرع، سکن آمده. الله نام معبود است، چه حق و چه باطل. الله با حذف همزه و اضافه الف و لام نام همان معبود به حق است و الله نام جامع صفات خداوندی است. این نام مشتقات فراوانی در زبانهای مختلف سامی است و ریشه آن به ادیان کهن باز می گردد. سابقه پرستش الله در میان اقوام سامی بسیار بوده و این نام برای آنان و به ویژه در 2 قرن پیش از اسلام در عربستان شناخته شده بود و حتی نام برخی اشخاص عبدالله بوده است. عرب علاوه بر خدایان متعدد به وجود خدایی مقتدر در آسمانها که خالق است عقیده داشتند. بابلیان او را علمی خواندند. نبطیان به نام هلا می شناختند. هرودوت می گوید نبطیان خدایی را به نام آلیلا می پرستیدند. این واژه در زبان آرامی به صورت الوی و در زبان اکدی نیز به صورت آلاتو به معنای الهه قدیم عرب آمده است. رحمان و رحیم این دو نام بارها در کنار یکدیگر آمده اند. دو نام مشتق از ریشه رحم
به معنای مهر و عطوفت در فارسی هر دو از ریشه واحد اخذ شدند، مانند ندمان و ندیم. تفسیر آیه بسم الله الرحمن الرحیم از کتاب ترجمه المیزان. غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت است و این یک امر با نام خدا آغاز شده است. مخصوصاً این تناسب از این جهت روشن‌تر به نظر می‌رسد که کلام خدا با این جمله آغاز شده و کلام خود فعلی است از افعال و ناگزیر دارای وحدتی است و وحدت کلام به وحدت معنا و مدلول آن است. پس لاجرم کلام خدا از اول تا آخرش معنای واحدی دارد و آن معنای واحد غرضی است که به خاطر آن غرض کلام خود را به بندگان خود القا کرده است. چرا ابتدای همه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم می آید؟ بسم الله الرحمن الرحیم 114 بار بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در 113 سوره به عنوان سرفصل آمده و از آنجا که اول سوره توبه بسم الله نازل نشده و در سوره نمل علاوه بر ابتدای سوره در آیه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نیز این جمله مبارک آمده است و مجموعاً 114 آیه می شود. به چندین دلیل همه سوره ها به جز سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده که سه دلیل آن به این شرح است. 1. چنان که می دانید همه چیز در دنیا فناپذیر و از بین رفتنی است مگر آنچه با خداوند مهربان ارتباط داشته باشد. بنابراین برای جاویدان ماندن و پربرکت بودن هر کاری لازم است آن را با نام خدا شروع کنیم و به همین دلیل است که خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که در ابتدای پیامبریش با نام خدا کارش را آغاز کند و اولین آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد پس از بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک با نام خدایت بخوان می باشد. سایر پیامبران الهی نیز کارشان را با نام خدا آغاز کردند. 2. همه سوره های قرآن به غیر از سوره توبه با نام خدای مهربان آغاز می شود تا انسان متوجه شود که همه دستورهای الهی به بشریت به خاطر رحمت و مهربانی خداوند بر انسان هاست. ولی سوره توبه چون بر اعلان بیزاری از مشرکان و مرگ بر کافران نازل شده است بسم الله ندارد. 3. بسم الله در ابتدای هر سوره بیانگر این است که سوره قبلی به پایان رسیده و سوره جدیدی آغاز شده است. حال اگر هر سوره با بسم الله آغاز نمی شد بسیاری از مردم نمی توانستند بفهمند که سوره قبلی تمام شده و سوره جدیدی آغاز شده. پس یادگیری و حفظ سوره ها مشکل بود.